نقشه پشت آمپر رو میتونید ببینید که هر کدوم از قسمت لامپ ها رو مشخص کرده در کجا قرار گرفته. مثلا V2320 حالا باید برید توی جدول نگاه کنید ببینید لامپ مربوط به چه قسمتی میشه. در اینجا آمپر هامون، آمپر حالا مثلا سوخت، دمای آب، دور موتور، کیلومتر و لامپ های دیگه که در داخلش وجود داره. این قسمت نقشه داخلی شما پشت آمپر رو میبینید. اگرچه پشت آمپر ها تا الان چندین حالت فرق کرده، ما پشت آمپر مثلا 18 پین قدیم داشتیم، حالا جدید 2-3 پین داریم، یعنی 2 کانکتوره داریم، تک کانکتوره داشتیم. حالا ممکنه پشت آمپر ها نوع کروز باشه، سابکو باشه، هندی باشه، حالا متفاوت هست. اما در هر نقشه اگر که شما در هر مدار نقشه پشت آمپر رو داشته باشید میتونید تشخیص بدید که کدوم پایه به کدوم لامپ میره. با فعال کردن اون پایه میتونید روشن شدن لامپ و درونش رو ببینید که به چه صورتی هست. به طور مثال اینجا میبینید چندین لامپ قرار گرفته، دو تا پایه 5 و 6 رو هم بهش اختصاص داده. اینا لامپ های کوچیک پشت آمپر شما هستن. در صورت که مثبت و منفی بدید به پایه های 5 و 6 میتونید روشن شدن لامپ ها رو ببینید. در قسمت دوم میپردازیم به نقشه های الکتریکی. حالا توی این قسمت یکی از نقشه های الکتریکی رو مورد بحث قرار میدیم، اون اطلاعاتی رو که داشتیم روش پیاده میکنیم و از اون به بعد شما میتونید نقشه های الکتریکی رو با داشتن این اطلاعات مورد بررسی قرار بدیم. خب توی نقشه دمای آب بیام نگاه کنیم ببینیم چه قطعاتی هستن و این نقشه از چه قطعاتی تشکیل شده، به چه صورتی ما باید نقشه خوانی کنیم. اتصال بدنه رو که دیگه میشناسیم به چه صورتی هست. M3 اتصال بدنه اصلی مربوط به باتری ما، BB0 یا BB20 باتری ما محسوب میشه. BB1 جعبه فیوز کالسکه‌ای یا همون انشعاب برق، CA فیوز ببخشید سوئیچ، BF جعبه فیوز اصلی ما، قطعه 4 پشت آمپر، 40C سنسور دمای آب آبی رنگ، 80-10 کنترل یونیت فن در خودروهای قدیم که دارای کنترل یونیت فن بودن، قطعه 8008 دمای آب قهوه‌ای رنگ و 40-10. میبینید که عکس روغن هم حتی روش کشیده که مربوط به روغن موتور میشه. همیشه وقتی میخواید شروع کنید به نقشه خوانی چند تا مداد رنگی داشته باشید، نقشه هم جلوتون باشه، بتونید ولتاژ ها یعنی ولتاژ های مثبت، منفی و سیگنال ها رو با رنگ های حالا قرمز، اتصال بدنه رو با مشکی و سیگنال ها رو با رنگ های حالا آبی یا سبز میتونید اونها رو رنگ کنید. ولتاژ از باتری ما میاد به جعبه فیوز کالسکه ای، بعد از اون میاد به سویچ. همینجا اگر دقت کنید ببینید چه اطلاعاتی رو به شما میده. پایه شماره 1 کانکتور دو پایه مشکی رنگ یا خاکستری رنگ ولتاژ رو میرسونه به کجا؟ به سویچ اصلی خود رو. به کدوم پایه؟ به پایه شماره 1 سوکت دو پایه سیاه رنگ یا مشکی رنگ. اما ولتاژ بعد از اون برگشتیش از کدوم کانکتور هست و از کدوم مرحله هست؟ اگر که این مرحله رو دقت کنید در اینجا وقتی که مرحله 1 مرحله 2 میشه، گفتیم همون روشن شدن چراغ‌های پشت آمپرمون هست، ولتاژ از این قسمت میاد عبور پیدا میکنه، میاد میرسه به پایه شماره 2 از کانکتور دو پایه خاکستر رنگ سویچ و از اون قسمت میاد متصل میشه به پایه چند؟ شماره 1 کانکتور 13 پایه آبی رنگ مال مربوط به کجا؟ جعبه فیوز اصلی ما. بعد از اون از دو تا فیوز F2 و F12 جریان عبور پیدا میکنه. وقتی به اینجا میرسید تا اینجا رو همه با چه رنگی کردید؟ با رنگ قرمز.
حالا بیاید تک تک این شعاب ها رو دنبال کنید. ابتدا از فیوز F2 دوباره مثبت همون قرمز رنگ رو میکشید، شماره پایه و همچنین ادامه، تا به کجا میرسید؟ پایه شماره 7 از کانکتور زرد رنگ 8 پایه که متصل شده به پشت آمپر ما. پس ما متوجه میشیم که پشت آمپر برق اصلی خودش رو از پایه شماره 7ش دریافت میکنه و همچنین چه فیوزی بر روی این پشت آمپر تأثیر گذار است؟ فیوز F2 تأثیر گذار است بر روی پشت آمپر ما. اگر فیوز F2 قطع بشه ممکنه ما برق پشت آمپر رو اصلا نداشته باشیم، عملکرد پشت آمپر وجود نداشته باشه. خب تا اینجا اومدیم، بعد که دیدیم رسید به قطعه اصلی، بیایید انشعاب بعدی رو دنبال کنید. دوباره به رنگ قرمز میکشید تا پایه شماره 4 میاد وصل شده به V4020 V4 و همچنین لامپ بعدی که ما داریم. خب حرف اولش نشون دهنده این است که اینها چی هستن؟ هر سه تاشون لامپ اخطار هستن. لامپ اخطار مربوط به دما، لامپ چراغ استوب و همچنین چراغ روغن موتور که بعد از اون اطلاعاتشون الان از این قسمت دریافت میکنن. پس تا اینجا که پایه شماره 4 و پایه شماره 7 بود با چه ولتاژی کشیده شد؟ به رنگ قرمز کشیده شد. اما ببینیم که توی سنسورهای ما به چه صورتی این ارتباط برقرار پیدا میکنه یا برقرار پیدا میشه. در خودروهای 405 یا همون 1800 قدیمی ما سه تا مهره آب داشتیم. یک مهره تکپایه آبی رنگ بود که اطلاعات دمای آب رو به پشت آمپر میرساند که این مهره 40 سی ما، کمی نقشه رو بیاریم بالتر، 40 سی ما همون مهره تکپایه آبی رنگ. ببینید دو وی بی ای دو پایه هست اما یکی از پایه‌هاش بیشتر استفاده نمیشه. خب این مهره در حقیقت به بدنه سیلندر ما متصل شده، پس منفی رو از خودش عبور میده، میاد به کجا میرسونه؟ به پایه شماره 6 پشت آمپر. حالا با وجود مقاومتی که اینجا وجود داره، میبینید که شکل یک مقاومت متغیر رو داره به ما نشون میده، با کم و زیاد شدن حرارت مقدار این مقاومت هم چی میشه؟ کم و زیاد میشه. کم و زیاد شدن این مقاومت تأثیر میذاره بر روی جریانی که ازش عبور پیدا میکنه. این کم و زیاد شدن جریان بر روی آمپر چیه؟ تأثیر میذاره. هرچی جریان بیشتر عبور پیدا کنه عقربه بیشتر نشون میده، هرچی جریان کمتر نشون بده عقربه کمتر رو به ما نشون میده. دو پایه بعدی که ما داریم دو پایه MR یا قهوه‌ای رنگ هست. این دو پایه مربوط به کنترل یونیت فن میشد، دمای آب رو به فن ارسال میکرد. فن یا کنترل یونیت فن وقتی که اطلاعات رو دریافت میکنه با توجه به حالا ولتاژی که براش میفرسته و دریافت میکنه. ببینید فرستادن ولتاژ یا منفی یا مثبت فرقی نمیکنه، ما یک کنترل یونیت داریم، یک ولتاژی رو ارسال میکنه، یک ولتاژی رو دریافت میکنه، یعنی در حقیقت یک مداری رو تشکیل میده. توی این مدار خب مقدار جریان که کم و زیاد میشه کنترل یونیت اطلاعات سنسور رو دریافت میکنه نسبت به اون جریان که کم و زیاد میشه، برای خودش تعیین میکنه که آیا این الان کم شدن جریان نشون دهنده زیاد بودن حرارت هست یا نشون دهنده کم بودن حرارت هست. بر طبق همون میاد اطلاعات خودش رو به پشت آمپر ارسال میکنه. به طور مثال اگر اینجا حرارت بیش از اندازه زیاد باشه توی برای نشون دادن، خب درجه حرارت آب رو جای دیگه داره نشون میده، اما این چه استفاده ای داره؟ پایه شماره 6 مستقیم میاد به چراغ استوب. در صورتی که حرارت خودرو فن کار نکنه و بیش از اندازه بخواد زیاد بشه، کنترل یونیت میاد چراغ استوب رو روشن میکنه. نشون دهنده این است که آقا یک مشکلی در سیستم خنک کنندگی خودرو
وجود داره. البته پایه های دیگه هم داره، 15 VNR که اون پایه ها ارتباط دارن به حالا فنها یا قسمت های دیگه خودرو، اما تو این نقشه فقط برای چراغ استوب میخواد تعیین کنه که آقا مشکلی وجود داره برای ماشین یا نداره. و قطعه بعدی هم که دیگه هست 4110 هست که منفی رو ارسال میکنه به چراغی که اینجا داریم، در صورتی که روغن موتور خیلی کم باشه. شما دیدید وقتی که ماشین رو روشن میکنید سویچ رو که باز میکنید چراغ چیه؟ چراغ روغن روشن هست. این نشون دهنده این که این تیغه متصل هست، منفی رو میاد از این بر عبور میده، اون طرف دیگه یه لامپ ما مثبت هست، چراغ روشن میشه. زمانی که ماشین رو روشن میکنید فشار روغن در داخل موتور زیاد میشه، اون فشار روغن این تیغه رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. با قطع شدن این تیغه لامپ روغن خاموش میشه. نشون دهنده اینه که آقا روغن، فشار روغن در داخل موتور به اندازه کافی است. اگر که کمتر بود روغن داخل موتور انقدر نبود که بتونه فشار بیاره و این تیغه رو جابجا کنه، چراغ روغن ما همچنان روشن باقی میمون. نشون دهنده این هست که مقدار روغن در داخل موتور خیلی کم هست. پس اینجا این اطلاعاتی که می‌خوایم بفرستیم با رنگ چی؟ مشکی می‌کشیم، به عنوانی که بدنه رو داره از خودش عبور میده. اطلاعاتی که اینجا بین این سنسور و این کنترل یونیت وجود داره با رنگ آبی می‌کشیم، چون داره اطلاعات رو ارسال می‌کنه. حالا منفی یا مثبت بودن اون حالا زیاد مشخص نیست یا برامون اهمیتی نداره که دقیقاً بدونیم به چه صورتی هست. و این قسمت پایه شماره 6 که میاد وصل میشه به پایه شماره 2 مشخصا چه ولتاژی هست؟ ولتاژ منفی هست، چون این منفی میاد به یک طرف چراغ استوب میرسه، طرف دیگه چراغ استوب مثبت هست و چراغ روشن خواهد شد. و اطلاعات این سنسور هم که میدونید وقتی میخواد بیاد برسه به صورت منفی از خودش عبور میده، میاد به این نشانگر دمای آب میرسه. بقیه نقشه ها رو هم به همین ترتیب، ولتاژ های مثبت رو ابتدا میکشید، دوم منفی ها رو تیره میکنید. به طور مثال این شماره 4، پای شماره 4 از اینجا تا اینجا به صورت مشکی رنگ اونو میکشید که بدونید این قسمت اطلاعات منفی رو برای ما ارسال میکنه. خب امیدوارم که از این قسمت از برنامه آموزشیمون رضایت کامل داشته باشید و برای شما مفید بوده باشه. در بخش‌های آینده به قسمت‌های دیگه مدارات الکتریکی می‌پردازیم. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.